رفسنجانی، اما و اگر امام گذاشت که کلید حل بحران است. امام راه رابطه را تا ابد نبستند. در حالی که ولی فقیه ارتجاع در حال دست و پا زدن برای خوردن زهر اتمی و مذاکره با آمریکاست، رفسنجانی روی سایت خود حرف‌های خمینی را با عنوان سخنان کمتر شنیده شده امام در سال 59 و رابطه با آمریکا با نظر مردم است منتشر کرد و نوشت: در صورتی که ملت ما اجازه دهد، جمهوری اسلامی ارتباط بسیار عادی خود را با آمریکا برقرار می کند. رفسنجانی ادامه می دهد: امام رابطه با آمریکا را تا آنجا غیر ممکن و زیانبار می داند که حتی از اعزام دانشجو به آمریکا پرهیز داده و می گویند از فرستادن دانشجویان به آمریکا احتراز شود. اما بلا فاصله یک اما و اگر جلوی این سخن می گذارد، اما و اگری که کلید حل بحران رابطه ایران و آمریکاست. امام راه رابطه را تا ابد نبستند. ایشان اگرچه میگویند ما تا آخر ایستاده ایم و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، اما مذاکره به خاطر منافع ملت را مشروط به شرایطی میپذیرند. اما در نهایت بنیانگذار نظام چند و چون رابطه با آمریکا و تصمیم گیری نهایی را بر عهده ملت میگذارد و میگوید در صورتی که ملت بیدار شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادی خود را در حد سایر کشورها با آمریکا برقرار می کند. برخی از انقلاب خسته شده اند و می گویند امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند. همزمان آخوند علم‌الهدا نماینده خامنه ای در مشهد رفسنجانی را کسی که از انقلاب خسته شده است توصیف کرد و گفت امام خمینی همواره براءت از مشرکان را به عنوان یکی از اصول اساسی حج در نظر می گرفتند و امروز مایه تأسف است که برخی از انقلاب و انقلابی بودن خسته شدند و به امام این را نسبت می دهند که موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند، که این مسئله قطعاً با امام خمینی سازگار نیست. در یک تحول دیگر، رسانه های باند خامنه ای از اینکه حرف های ولی فقیه ارتجا در صفحه اول یکی از روزنامه های باند رقیب درج نشده تحت عنوان روزنامه‌ای که فرمایشات رهبری را سانسور کرد نوشتند. روزنامه شهروند که این روزها حسابی خانه‌تکانی داشته است، در اقدامی تأمل برانگیز تنها روزنامه کشور بود که در صفحه اول خود فرمایشات رهبر انقلاب در جمع جوانان نخبه را منتشر نکرد. این اقدام تأمل انگیز این روزنامه در حالی صورت گرفته است که حتی روزنامه‌های رادیکال کشور نیز فرمایشات خامنه‌ای را در صفحه یک خود منتشر کردند.